معرفی کتاب خودت باش دختر، نوشته ریچل هالیس. کتاب خودت باش دختر نوشته یک خانم آمریکایی است که شغل او وبلاگ نویسی و برگزاری سخنرانی ها هستش و سراسر دنیا به او پیام میدن تا راهنمایی هایی بگیرن. در طول زندگی خودش داستانهایی رو گذرونده و اونا رو توی این کتاب بیان کرده. مثل داستان آشناییش با همسرش، خودکشی برادرش و به سرپرستی گرفتن فرزندانی که در نهایت ناموفق بوده. این کتاب بیان ساده‌ای داره، در قالب داستان مسائل را بیان کرده، تجربیات خودش را ذکر کرده و برای اونها پیشنهاداتی را ارائه داده. در ادامه چند نکته حاصل از این کتاب را برای شما به زبان ساده و موردی بیان می کنم. اولین نکته این که باید بدونیم دگرگونی به صورت ناگهانی رخ نمیده، بلکه باید قدم توی راه گذاشت و با کار نکردن به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. در این رو باید مسیرهای گوناگونی رو امتحان کرد و اون مسیری که نتیجه داد رو انتخاب کنیم و از همون مسیر بریم و مسیر جدیدی رو دیگه انتخاب نکنیم، چون مثل یک گردابی میمونه که ما در اون گرفتار میشیم. نکته بعد اینه که باید خودمون رو با بقیه مقایسه نکنیم، به خصوص توی فضای مجازی. اینو بدونید که هیچ کسی بی عیب نیست، حتی آدمای مشهور. خودتونم اونجوری که هستید دوست داشته باشید. مورد سوم، همینجور که به قولتون در برابر دیگران پایبند هستید، در مورد خودتونم پایبند باشید. یعنی قولی که به خودتونم میدید اجراش کنید. کاری رو رها نکنید. اگر کاری رو بارها تا نیمه رها کردید، به این دلیله که ذهنتون به اون عادت کرده. پس با خودتون رو به چالش بکشید و اون رو رها نکنید و ادامه بدید. از این مواردی که توی این کتابش اشاره شده اینه که هر مسئولیتی رو قبول نکنید. قبل اینکه مسئولیتی رو قبول کنید، فکر کنید ببینید آیا از عهدش بر میاد یا نه. در مورد مسئولیت هاتون و کارهاتون، اینو بدونید که باید اونا رو اولویت بندی کنید. تو لیست کارهاتون خودتونم قرار بدید. مثلا کاری مورد علاقتون، یا اینکه هر از گاهی به خودتون یه استراحتی بدید. توی این کتاب ذکر شده که نباید دیگران رو قضاوت کنید، چون ما از شرایط اونا آگاهی نداریم. در بین دوستامون هم بهتر افرادی که قضاوت میکنن رو قرار ندیم. در مورد ارتباطات هم با آدمای دیگه بیشتر بگرد دنبال نقطه مشترک ها. به عبارت نیمه پر لیوان رو ببینید. در مورد ارتباطتون با فرد عاطفی، خودتون رو جای دیگران قرار بدید. به رابطه خودتون نگاه کنید. ببینید کجای کار درست میرید، کجای کار اشتباه میرید. البته همیشه تو رابطه عاطفیتون خودتون هم دوست داشته باشید. توی رابطه زناشویی شرط جسمانی خودتون رو بپذیرید. هر نوع وضعیت جسمانی که دارید، هر نوع هیکلی که دارید، هر نوع ظاهری که دارید. با یکدیگر بیشتر وقت بذارید. در مورد ناراحتی‌ها و هرچی که توی ذهنتون دارید با همدیگه صحبت کنید. در نهایت هم لذت ببرید. در مورد مادر بودن، به دلیل مادر بودن کارهایی که دوست دارید رها نکنید. لازم نیست همه کارهایی که بقیه مادرام انجام میده شما انجام بدید. تنها کافی اون کاری که خیلی خوب بلدید رو با همون کیفیت خوب انجام بدید. وقتی مادر هستید نیاز نیستش که خودتون رو در نظر نگیرید، به خودتونم توجه کنید. اما برگردیم به هدفهای زندگی و شکستها. در مورد شکستها همیشه نه آخرین پاسخ نیست. بگردید مسیر دیگه بر هدفتون پیدا کنید. همیشه به اهدافتون فکر کنید ولی اونا رو رها نکنید. اما در مورد هدف ها و سال تولد و بالا رفتن سن، بر خودتون هدف تعیین کنید، اولویت بندی کنید، ولی اینجوری نباشه که بگید حتما حتما تا پایان امسال باید بهش برسم. بذارید تو زمان خودش بهش برسید. اینجوری از تولدتونم لذت میبرید. اما رهاش نکنید، تلاش هم بکنید.
همیشه گله نکنید که موفقیتی نداشتید. کمی فکر کنید. موفقیت هاتون رو بنویسید. اونا رو ببینید. نادیدش رو نگیرید. کار کردن خوبه. اما بیش از اندازه کار کردن شما رو اذیت میکنه و حتی باعث مریضتون میشه. پس به اندازه کافی استراحت کنید و با خودتون به اندازه کافی وقت بگذرونید. اگه کاری رو انجام میدید و بهش علاقه دارید، اونو انجام بدید. مثلا نقاشی میکشید، کتاب مینویسید یا هر کار دیگه ای. نظرات بقیه مهم هستن، نه اینقدری که بخوای خودتون رو بابتش اذیت کنید. پس دست از خوندن نظرات دیگران، به خصوص منفی ها، بردارید. اتفاقات تلخی که شما را اذیت میکنن رو در نظر بگیرید. بهشون فکر کنید. ببینید اونا چه تجربه هایی برای شما داشتن. وقتی درستون رو بگیرید دیگه اون اتفاقای تلخ اذیتتون نمیکنه. در مورد ظاهرتون، در مورد وزن هیکلتون، وزن شما رو تعریف نمیکنه. لازم نیست خودتون رو با بقیه مقایسه کنید. فقط باید سالم غذا بخورید و فعالیت بدنی داشته باشید. در مورد عادتهای بدتون، ببینید چه چیزی باعث میشه که شما وسوسه بشید و اون کار رو انجام بدید. وسوسه ها رو حذف کنید. در مورد اشتباهاتتون، اونها رو بشناسید. اونها رو نادیده نگیرید. اشتباهاتتون رو بپذیرید. وقتی اشتباهاتتون رو بپذیرید میتونید اونها رو اصلاح کنید. سعی کنید تو جامعه حضور داشته باشید. با انسانهای مختلف از فرهنگها، نژادها، رفتارهای مختلف معاشرت کنید. کارهای مختلفی رو انجام بدید. تجربیاتتون زیاد میشه و لذت میبرید. امیدوارم که این مجموعه نکات از کتاب خودت باش دختر برای شما مفید باشه. به خانم ها توصیه میکنم حتما یک بار این کتاب رو بخونید. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و اینجوری منو حمایت کنید تا بازم ویدئوهای در مورد داستان ها یا معرفی کتاب ها داخل نارین پادکست قرار بدم. نظراتتونم حتما میخونم. اگه ویدئو دوست داشتید لایک کنید. ممنونم. خدافظ.